توی این ویدیو قرار با هم مستقیم بریم یه دونه سرور مجازی تهیه کنیم و با ساب دامینی که داخل کلاد ایجاد میکنیم بیایم و یه دونه DNS کاملا شخصی و اختصاصی برای خودمون ایجاد کنیم تا بتونیم سایت هایی که ما رو تحریم کردن به راحتی باز کنیم و توی بازی ها کاهش پینگ فوق ای داشته باشیم من قبلا آموزش های خیلی زیادی در رابطه با دی ان اس های رایگان گذاشتم اما خب چون این دی ان اس ها رایگان و عمومی هستند ممکنه که کار شما رو راه نندازن یا به علت اینکه رایگانن و مردم حجوم میارن سمتشون اون کیفیت قابل توجه رو نداشته باشن با این حال اگر شما دنبال دی ان کاملا رایگان هستی این ویدیو به دردت نمیخوره برو اون ویدیوهای قبلی رو ببین اما اگر میخوای یه کمی هزینه کنی، حتی اس بسازی، بفروشی و یه دونه اس کاملا شخصی و اختصاصی برای خودت داشته باشی، این ویدیو مخصوص شماست. سلام و درود فراوان، امینی وایتی هستم. امیدوارم که بتونم توی این ویدیو بهتون یاد بدم که یه دونه DNS کاملا شخصی و اختصاصی برای خودتون بسازید. خب قبل از هر چیزی ما نیاز به یه دونه سرور مجازی داریم که من از سایت یکی خریدم شما میتونید بیایید از سایت آزا کیف پولت رو حدود ده 11 دلار با ارز دیجیتال شارژ کنی قبلا آموزش استفاده از این سایت رو دادم هم میتونی یه دونه دامنه ازشون بخری هم یه دونه سرور مجازی بعدش باید طبق آموزش های قبلی دامنه ای که میخرید رو توی کلاتفلر ثبت کرده باشید چون آموزش ها تکراری من دیگه اینها رو توضیح نمیدم برید اون ویدیوهای قبلی رو ببینید کاملا متوجه این موضوع میشید ببینید دوستان یک سری سایت ها وجود دارن مثل سایت فری پیک، سایت چت جی پی تی همونطور که میبینید من بدون فیلتر شکن بدون دی ان اس وارد این سایت ها که میشن به من اجازه دسترسی نمیدن گفتن که شما نمیتونی از این سایت ها استفاده کنی چرا که ما اومدیم شما رو تحریم کردیم یک سری سایت ها رو کشور ایران تحریم میکنه مثل یوتیوب مثل این اینستاگرام که ما باید فیلتر شکن روشن کنیم و بیایم وارد این سایت ها بشیم یک سری سایت ها هم هستن که کشور ایران رو تحریم کردن با اینکه کشور ایران اون سایت رو فیلتر نکرده اما اونا اومدن ما رو تحریم کردن و ما وقتی که میخوایم وارد اون سایت بشیم یک چنین پیغامی دریافت میکنیم توی این ویدیو قرار همین مشکل رو با هم دیگه حل کنیم خب من اومدم یه دونه سرور مجازی از قبل تهیه کردم دوستانی که با گوشی موبایل میخواید این کار رو انجام بدید شما باید برنامه ترمیوس رو, روی گوشیتون نصب کنید تا بتونید وارد این سرور بشید خب من یه دونه سرور مجازی گرفتم با برنامه پوتی میام H میزنم به این سرور اینجا اکسپت رو میاره حتما چک کنید که سرورتون فیلتر نباشه خب اینجا من روت رو میزنم پسورد از من میخواد پسورد هم از اینجا کپی میکنم و اینجا اون رو قرار میدم با کلیک راست کردن و اینتر رو میزنم نیازه که بنویسید apt فاصله آپدیت و اینتر رو بزنید تا سرور شما یک بار آپدیت بشه یه دونه فایل تکس من براتون توی کانال تلگرام قرار میدم که میتونید عضو کانال تلگرام بشید و این فایل تکس رو باز کنید تمام این مشخصات اونجا وجود داره توی شماره دو و یک لینک گیت هست که کافی این لینک گیت رو توی مرورگرتون باز کنید من از قبل اون رو باز کردم بیایید پایین تر یه دونه دستور نصب اینجا وجود داره کافی که این رو کپی کنید و بیایید اینجا کلیک راست کنید تا اون قرار بگیره اینجا و اینتر رو بزنید تا این پنل و این منو برای شما بالا بیاد اینجا نوشته سرویس نا تکریب یعنی سرویس فعال نیست و ما باید بیایم اون رو فعال کنیم چطوری فعالش کنیم اینجا گفته گزینه یک رو بزن تا نصب بشه من اینجا گزینه یک رو تایپ میکنم و اینتر رو میزنم دست به چی نمیزنم تا خودش کارش رو انجام میده تا این بیاد کارش رو انجام بده ما باید بریم وارد سایت کلاد فلر بشیم بریم دامنمون رو که از قبل ثبت کردیم انتخاب کنیم بیایم بخش دی ان اس ها بخش رکورد ها اینجا اد رکورد رو بزنیم و یه دونه رکورد جدید ایجاد کنیم یه دونه ساب دامین جدید بسازیم خب من اینجا دی این اس یک رو از قبل آماده کردم اینجا اون رو قرار میدم آی پی وی فور سرور رو هم اینجا قرار میدم خب برمیگردم توی این سایت آی پی وی رو از اینجا کپی میکنم و اون رو اینجا قرار میدم پروکسی استاتوس حتما حتما خاموش باشه پس این رو غیر فعال میکنم میام پایین تر گزینه سیو رو میزنم تا این ذخیره بشه خب برمیگردیم اینجا عملیات تموم شده و از ما ساب دامینمون رو میخواد این ساب دامین ما هست یعنی این دامنه اصلی من هست و این هم همین رکوردی هست که همین چند لحظه پیش با هم ساختیم من میام این رو کپی میکنم و اون رو اینجا با کلیک راست کردن قرار میدم و اینتر رو میزنم حالا اینجا از من میخواد بیام آدرس سایت هایی که ما رو تحریم کردن وارد کنم خب سایت هایی که تحریممون کرده بودن یکی فریپیک فری پیک بود توجه داشته باشید از اینجا کپی کنید و قبلش کاری نداریم من کپی رو میزنم اون رو اینجا قرار میدم اگر خواستید سایت دیگه ای اضافه کنید همین الان میتونید این کار رو انجام بدید بعدا هم میتونید این کار رو انجام بدید من فعلا همین رو میذارم باشه اگر خواستید اضافه کنید یه دونه کاما میذارید و چت جی پی تی هم حالا بیایم اضافه کنیم این رو هم کپی میکنم و اینجا اون رو قرار میدم این تروم رو میزنم و منتظر میشم تا عملیات فعال سازی و نصبش به اتمام برسه خب همونطور که میبینید بعد از چند ثانی عملیات به اسمام رسید اینجا یک پیغامی به من میده که گفته سرویس در حال حاضر اکتیو یه دونه آدرس هم به من میده که این آدرس رو باید کپی کنید داشته باشیدش من رو اینجا قرار میدم اوکی اگر بهتون نداد به هر دلیلی من اینجا نمونه ساده ای اون رو گذاشتم کافیه که به جای ساب دامین بیاید ساب دامین خودتون رو جایگزین کنید خب الان اگر من یه بار دیگه این دستور رو بیام و اینجا قرار بدم و اینتر رو بزنم اینجا میبینید که الان سرویس رو برای من زده اکتیو با گزینه شماره دو میتونید این سرویس رو کلا حذف کنید با گزینه شماره سه سایت هایی که اضافه کردید رو مشاهده کنید من گزینه سه رو میزنم اینتر دو تا سایت رو برای من میاره دوباره برمیگردم به منو اگر خواستید سایت جدیدی اضافه کنید شماره چهار رو که بزنید ازتون میخواد سایت جدید رو بیایید و وارد کنید و با گزینه پنج هم میتونید یکی از سایت ها رو بیایید و حذف کنید اوکی پس این رو به خاطر داشته باشید یه دونه آدرس اینجا من براتون قرار دادم توی گزینه شماره سه که اون رو که توی مرورگر باز کنید که چطور بیاید این DNS رو روی مرورگرتون ست کنید و ازش استفاده کنید مثلا برای فایرفاکس این آموزش رو داده گفته بیا وارد فایرفاکس شو برو بخش ستینگ بخش پرایویسی اند سیکوریتی رو انتخاب کن بیا پایین تر این گزینه رو پیدا کن یه کمی که بیایی پایین تر دو تا گزینه برات میاره مثلا میتونی همین گزینه رو فعال کنی و این آدرسی که بهت داده رو کپی و اون رو اینجا جایگزین کنی تا این فعال بشه من الان سفر رو ریفرش کردم میبینید که به راحتی برای من اون رو بالا آورد سایت پیک رو بالا آورد با اینکه وی پی هم خاموشه چت جی پی تی هم امتحان کنیم میبینید که چت جی پیتی هم برای من به راحتی بالا ورد این آدرسش رو کپی کنم که مطمئن بشیم اینجا قرارش میدم اینتر رو میزنم میبینید که چت جی پیتی رو هم به راحتی و بدون هیچ اروری برای من باز کرد روی گوشی موبایل چطور این کار رو انجام بدیم روی گوشی موبایل حالا من یک شبیه سازه اما دقیقا کارش به همین صورت کافیه که یا یک برنامه DNS چنجر نصب کنید روی گوشیتون یا اینکه بیایید وارد تنظیمات گوشیتون بشید توی قسمت سرچش سرچ کنید DNS و گزینه اول پرایوت DNS رو پیدا کنید انتخابش کنید گزینه آخر پرایوت DNS احتمالا برای شما روی این حالت آف قرار داره میذاریدش روی حالت سوم پرایوت DNS و این DNS رو کپی میکنید و اینجا اون رو جایگزین میکنید و سیو رو میزنید چون من الان با شبیه سازم گزینه سیو برام نمیاد دوستان اما روی گوشه موبایل به راحتی گزینه سیو میاد و شما میتونید ازش استفاده کنید من این برنامه رو هم نصب کردم برای DNS میخوام ببینم کار میکنه یا نه وارد برنامه که شدید میایید بخش ستینگ رو انتخاب میکنید گزینه DNS چنجرش اش رو میزنید میایید روی این حالت اینجا کلی دی براتون هست میتونید این به اضافه رو بزنید یه دونه نام براش در نظر میگیرید دی این اس من مینویسم و این دی رو میام اینجا قرار میدم از اینجا باید پاک کنید یعنی این باشه این رو تیک میزنید و اد سرور رو میزنید تا سرور به راحتی اد بشه اوکی الان این سرور به راحتی اد شد من یک بار که روش بزنم این اطلاعات رو میاره و اینجا شما میتونید اکتیو رو بزنید گفته که اول برو این رو غیر فعال کن میگم اوکی این گزینه رو میاد تیکش رو بر میدارید میاد قسمت سeting dns changer گزینه آخر و این DNS است که شما اضافه کردید انتخابش میکنید و اکتیو رو میزنید تا این dns اکتیو بشه الان این DNS اکتیف شد برای من زد کانکس میبینید که به این صورت هستش و من اگر بیام حالا وارد سایت مورد نظرم بشم همون چت جی پی تی رو کپی میکنم و میبینید که چت جی پی تی هم به راحتی و بدون هیچ اروری برای من باز میکنه به همین راحتی شما میتونید سایت ها رو اضافه کنید برای بازی ها شما باید بیایید آی پی یا دامنه اون بازی رو پیدا کنید قرار بدید توی گزینه اد سایت بزنید اون رو قرار بدید تا بتونید ازش استفاده کنید دیگه چیز خاصی نداره برای اطلاعات بیشتر خوشحال میشم که توی کانال تلگرامی ما عضو بشید همچنین اگر هنوز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا در آینده اگر ویدیو جدیدی براتون گذاشتیم نوتیفیکیشن براتون بیاد و بتونید ویدیوهای جدید رو ببینید اگر سوالی هم دارید کامنت بذارید موفق و پیروز باشید